و قطع برق و خاموشی در ایران بحران جدیدی نیست، اما با رسیدن تابستان و شروع فصل گرما بیشتر خود نمایی میکنه. با پروژه ها و نیروگاه هایی که طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی میلیاردها تومان برای اونها هزینه کرده، انتظار میرفت که این مشکل حل بشه. اما خبرها حاکی است که بسیاری از شهروندان و برخی صنایع در ایران همچنان با کمبود برق مواجهند. همین دیروز بود که خبر رسید برق 15 دستگاه اجرایی از جمله 3 وزارتخانه، 2 بانک و 1 شرکت بیمه به دلیل مصرف بالا قطع شد. پیشتر مقام‌های وزارت نیرو در این زمینه هشدار داده بودند و نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم با اشاره به کسری 12000 مگاواتی برق گفته بود تابستان پیش رو با قطعی نوبتی برق همراه خواهد بود. برای بررسی این موضوع در همراه هستیم با فرید سفری، کارشناس انرژی که از شهر تورنتو کانادا همراه ما. سلام میکنم به شما، خوش اومدین به این برنامه ساعت خبر. آقای سفری، ابتدا میخوام ازتون بپرسم که این کمبود 12000 مگاواتی برق به چه معناست؟ بله، درود بر شما. ببینید، این 12000 مگاواتی که ازش حرف زده میشه در واقع اختلاف مصرف برق در ایران در فصول گرم که الان واردش داریم میشیم و تولید واقعی نیروگاه های ایران هستند. تولید نامی، یا اگر به زبان ساده بگم ظرفیت نامی، یعنی ظرفیتی که در حالت ایدئال نیروگاه ها باید تولید کنن 90000 مگاوات بنابر چیزی که اعلام کردن، اما در واقع نیروگاه ها در شرایط واقعی چیزی حدود 48000 مگاوات تولید میکنن که اون 60000 مگاوات که مصرف هست 12000 مگاوات این اختلاف وجود داره، یعنی در واقع تولید کمتر از مصرف هست در فصول گرم. و این علتش در واقع این هست که نیروگاه های ایران بیشتر حدود 2/3 متکی بر چرخه توربین گازی هستن که در واقع سوختهای فسیلی هست، و این چرخه توربین گازی وقتی که دما بالا میره به واسطه چگالی کمتر هوا و کمتر بودن اکسیژن در واحد حجم هم مقدار کمتری برق تولید میکنه در اون چرخه تولید برق در توربین گازی، و هم بازده هم مقدار کمی کاهش پیدا میکنه که تا حدود 10-15% که این تولید کم میشه، و این مشکل رو شاهد هستیم. و مصرف هم از طرف دیگه بالا میره به واسطه سیستم های سرمایشی و در بخش خانگی مخصوصا. بله. که در واقع حالا اون مسائل خودش رو داره. بله. از زمانی که من به یاد دارم همیشه ایران با مشکل کمبود برق و قطعی برق مواجه بوده. شما از دلایلش گفتین، دلایل فنیش، اما راه حلی نداره واقعا این موضوع، این مشکلاتی که وجود داره؟ بله، نکته بسیار خوبیه. ببینید، همونطور گفتم بخش عمده‌ای از تولید برق ایران از سوخت‌های فسیلی هست. نیروگاه‌های فرسوده‌ای داریم که سالیان سال دارن کار می‌کنن و بازدهشون زیر 30 و در جاهای حتی 20% هم رسیده. اونها باید از مدار خارج بشن، نیروگاه‌ها در واقع بروز بشن، و از همه مهمتر ایران کار زیادی نکرده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و در واقع روش‌های جدید تولید برق و توان. اگر مقایسه بکنیم با نه حتی کشورهای بسیار پیشرفته مثل آلمان که ده‌ها برابر ایران از انرژی خورشیدی و بادی برق تولید می‌کنن، همین ترکیه رو اگر در نظر بگیریم حدود 10 برابر ایران با وجود پتانسیل کمتری که برای تولید برق خورشیدی داره از انرژی خورشیدی برق تولید میکنه، و این نشون میده که برنامه‌ریزی درستی نشده و در واقع اون تولید برق دیورسیفا یا متنوع نشده و از قابلیت‌های سرزمینی ایران به درستی استفاده نشده. همچنین در بخش توزیع هم تلفات بالایی هست که باید بخش توزیع بهینه بشه، و در بخش مصرف هم مسائل زیادی هست. اما مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نظارت درستی برش نمیشه که به همین بحث سیستم‌های حرارتی و برودتی اشاره داره. در واقع خود مشترکان صرفه‌جویی لازم یا روش‌های درست مصرف رو به کار نمیبرن و مسائل عدیده از این دست که با این مشکل واجه شده. اما راهکار اصلی به نظر من شیوه‌های جدید تولید، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های جایگزین هست که هم دنیا داره به اون سمت میره و هم میتونه باعث جدیدتر شدن سیستم تولید برق در ایران و در واقع بالا رفتن ظرفیت تولید برق در ایران باشه که در فصل تابستان با این مشکل مواجه نشه. خیلی تشکر میکنم از فرید سفری، کارشناس انرژی که از تورنتو کانادا با ما بود.